با درود و شب بخیر خدمت دوستان گرامی almanayfarsi.com. با درس کوتاهی دیگر از درس‌های almanayfarsi.com در خدمتتون هستم. تلگرام رو جدید زدیم، دوستانی که نمیدونن telegram.me/almanayfarsi.com. زیر همین ویدیو در بخش توضیحات میتونید کلیک کنید و عضو تلگرام هم بشید. در این درس میخوام راجع به چندین مورد صحبت کنم، چندین جمله صحبت کنم که موقعی خداحافظی به کار میره. البته خداحافظی به این معنی نیست که من از شما خداحافظی کنم، به این معنی که دو نفر که توی رابطه هستن دیگه همدیگر رو دیگه دوست ندارن، میخوان خداحافظی کنن یا میخوان از زیرش در برن یا به قول خودمون میخوان از سر باز کنن، مثلا نمیخوام دیگه توی این رابطه باشم. چی میگن آلمانی ها، چه اصطلاحات جملاتی به کار میره براشون؟ خب موضوع عشقیه و قسمت های تلخ عشق در واقع جدا شدن. آسون ترین حالتش اینه که ich liebe dich nicht mehr، دیگه دوستت ندارم. خب خیلی رک و بی پرده ich liebe dich nicht mehr، tschüss، خداحافظ. این یه مورده، این که آسونه. بریم سراغ بعدی. ممکنه بگن es liegt nicht an dir، یعنی مقصر تو نیستی. liegen an تو درس آلمانی فارسی دات کام اینو گفتیم که معنی مقصر بودن یا مشکل کسی یا چیزی بودن. مثلا اگر پرینتر من پرینت نگیره، ممکنه مشکل از پرینتر نباشه، ممکنه مشکل از جای دیگه باشه. مثلا من میگم مشکل پرینتر نیست. Es liegt nicht an dem Drucker, am Drucker. Es liegt nicht am Drucker. بعدش داتیو میاد. خب Es liegt nicht an dir. مشکل مقصر تو نیستی. Es liegt an mir. مقصر منم. شنیدی تا حالا این چیزا رو؟ مقصر تو نیستی، تو خوب بودی، یعنی تو خیلی خوب بودی، من بد بودم، ببخشید، خداحافظ، میخوام برم. به هر حال اینجوری باشه. بعدیش اینه که ich bin nicht gut genug für dich، مثل همون بالاییه. من gut genug، به اندازه کافی خوب. gut genug به اندازه کافی خوب. nicht gut genug، به اندازه کافی خوب نیستم برای تو. یعنی تو برو یه نفر دیگر پیدا کن که در حدت باشه. میخواد به هر حال باز هم این جمله نشون میده که طرف میخواد بره. خب ich bin nicht gut genug für dich. یا مثلا میتونیم بگیم ich verdiene dich nicht. ich verdiene dich nicht یعنی من سزاوار و شایسته تو نیستم، یعنی تو یه چیز بهتر مثلا شایسته هست. خب ich verdiene dich nicht. ich verdiene geld، من یعنی پول در میارم. ich verdiene viel geld، من خیلی پول در میارم. پس پول در آوردن معنی میده، میتونه سزاوار و شایسته بودن هم معنی بده. ich verdiene dich nicht. ich habe dich nicht verdient. خب das bedeutet ich war oder ich bin nicht genug gut genug für dich. من زی کافی خوب نیستم برای تو. ich bin nicht gut genug für dich. es liegt nicht an dir. es liegt an mir. مقصر تو نیستی، مقصر منم. ich liebe dich nicht mehr. مورد بعدی wir haben zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. wir haben، حالا zu رو ول کنید، یعنی زیادی، unterschiedliche یا verschiedene Vorstellungen، تصورات مختلفی von dem Leben، از زندگی، که مخفف von dem میشه، vom Leben، داتیو هست، تصورات اون از زندگی مختلفه. این هم یه نوع غزل خداحافظیه. خب lass uns Freunde bleiben، بیا دوست بمونیم. lass uns Freunde bleiben. lass uns، خب پس lass uns یعنی بیا به یه نفر. من به یه نفر دیگه به صورت امری میگم بیا فلان کارو بکنیم، به یه نفر دیگه. اگه به چند نفر دیگه بگم میگم lasst uns، به چند نفر از دوستام. اگه به چند نفر دیگه بگم به صورت رسمی، یا به یه نفر بگم به صورت رسمی، میگم lassen sie uns. خب این دوتا زیاد این به کار نمیره زیاد، ولی lasst uns به کار میره. من به چند تا از دوستان میگم lasst uns Freunde bleiben، lasst uns ins Kino gehen، بیاید بریم سینما. به یه نفر بخوام بگم lasst uns ins Kino gehen، بیا بریم سینما. اینا میگه بیا دوست بمونیم، lasst uns Freunde bleiben. خب بعدی ich bin gerade nicht bereit، یعنی اصلا gerade jetzt، جایی gerade میگیم الان. ich bin gerade، ich bin jetzt، یعنی jetzt هست. nicht bereit، آماده نیستم، für eine Beziehung، واسه یه رابطه. من الان واسه یه رابطه آماده نیستم. یعنی چی؟ یعنی choose.
Wir haben uns nur auseinander gelebt. Auseinander gelebt. گذشتش می‌بینید؟ Auseinanderleben, sich, weil der Reflexiv hat, sich auseinanderleben, یا بعضی مواقع جدا می‌نویسن، سر هم هم هست. فکر کنم سر هم درست‌تر باشه، حدسم اینه. Sich auseinanderleben یعنی با هم غریبه شدن. یواش یواش با هم غریبه شدن و انگار که همدیگه دیگه نمیشناسیم. درسته؟ Wir haben uns nur auseinander gelebt. فقط یواش یواش فقط با هم غریبه شدیم. مشکل دیگه ای نبوده. من میخوام برم در واقع. این نوع اینجا تاکید میکنه که واقعا مشکل دیگه ای نیست. فقط ما همدیگه رو یکم دیگه با هم غریبه شدیم با توجه به روال زندگی و اینا. حالا بعضیا میگن Wir haben uns nicht auseinander gelebt. Wir haben uns verändert. ما هم خود را تغییر دادیم. Wir haben uns verändert. Wir haben uns nicht auseinandergelebt. Wir haben uns verändert. در جوابش اون فرد ممکنه بگه. اونی یکی میگه میخواد بره، اون که میخواد بره میگه Wir haben uns nur auseinandergelebt. در جوابش اون یکی میگه نه عزیز من. Wir haben uns nicht auseinandergelebt. Wir haben uns verändert. تغییر کردیم. درسته به نظرتون؟ خب Wir haben uns nur auseinandergelebt. Ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung. Was ihr rabete, das sei amade nistam, alon amade nistam, jetzt amade nistam. Lass uns Freunde bleiben, wir dus bemunim. Wir haben zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Das ist auch heute mukhtalifi az zendegi darim. Ich bin nicht gut genug für dich, was ihr to, wann sie kafi khub nistam. Ich verdiene dich nicht, sezavare to nistam, shayeste to nistam. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Mohasser to nistim, mohasser manam. Ich liebe dich nicht mehr. خب اینم از چند تا غزل خدافظی، امیدوارم که براتون پیش نیاد، که امیدوار که مفهومی نداره، حتما برای بعضی از این دوستان پیش میاد بر اساس قاعده احتمالات، و امیدوارم که اون قدرت داشته باشید که همیشه به جلو نگاه کنید. تلگرام ما telegram.me/almanifarsi.com در سایت کوتاه almanifarsi.com/german رو دنبال میکنید. توی یوتیوب میتونید توی بخش پلیلیست کل درس‌های کوتاه رو هم ببینید، همچنین درس‌های آلمانی از صفر تا پیشرفته اونجا وجود دارن، پلی لیست دارن. تا بعد، آفیدازن.